سلام 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 امیدوارم حالتون فوق العاده عالی باشه و مثل همیشه سرشار از انرژی مثبت باشین و لبتون خندون باشه توی این قسمت میخوام در مورد مالتی مدیا صحبت بکنم خب ببینیم اصلا معنیش چی میشه معنی لغویش مدیا یعنی رسانه مالتی یا مولتی هم یعنی چندگانه مالتی مدیا میشه چند رسانه‌ای حالا این مالتی مدیا دقیقا چه معنی داره توی وب ببینید به هر چیزی به طور کلی به هر چیزی که در وب قابل دیدن و شنیدن باشه ما میگیم مالتی مدیا مثل چی مثل تصاویر مثل موسیقی مثل صداها مثل ویدیوها فیلمها انیمیشن ها و غیره اینا همه یا دیدنی یا شنیدنی پس به هر چیزی که قابل دیدن و شنیدن باشه ما میگیم مالتی توی وب خب بیایم فرمت های فایل های ویدیویی رو با هم دیگه بررسی کنیم دوستان عزیزم ویدیو ها با فرمت های مختلفی منتشر میشن خب که میخوایم بررسی کنیم این فرمت ها رو و ببینیم فرمت های استانداردی که توی HTML نسخه 5 وجود داره چیا هستن اولین فرمت فرمت MPEG هست یا MPEG هم بهش میگیم این مخفف چیه؟ مخفف اینه Moving Picture Expert Group توسط این گروه ساخته شده این فرمت توی مرورگرهای قدیمی پشتیبانی میشد ولی الان توی HTML نسخه 5 پشتیبانی نمیشه. فرمت بعدی فرمت AVI هست که مخفف Audio Video Interleave هست. این فرمت توسط مایکروسافت ساخته شده و بیشتر توی تلویزیون ها و دوربین ها استفاده میشه. ولی توی مرورگرها ممکنه سری مشکلاتی ایجاد کنه به خاطر همین فرمت استانداردی نیست فرمت بعدی WMV هست که دوباره توسط مایکروسافت ساخته شده باز هم توی دوربین ها و ویدیو ها استفاده میشه و ممکنه توی مرورگر های سری مشکلات ایجاد کنه به خاطر همین فرمت استاندارد نیست فرمت بعدی فرمت کویک تایم هست که پسوندش به این صورت هست .mov یعنی ویدیو هایی که این فرمت رو دارن پسوندشون mov هست که باز هم توی دوربین ها و ویدیو ها استفاده میشه توسط اپل ساخته شده و فرمت استاندارد نیست توی HTML نسخه 5. فرمت بعدی ریل ویدیو هست که پسوندش .rm یا .ram هست. فرمت بعدی فلش هست که پسوندش swf یا flv هستش. خب فرمت هایی که تا اینجا بررسی کردیم استاندارد نیستن توی HTML 5. یعنی بهتره که از این فرمت های ویدیویی استفاده نکنید توی صفحات وبتون توی HTML 5. اما فرمت بعدی فرمت OGG هستش فرمت بعدی WebM هست که توسط قوله های دنیای وب یعنی اپرا، موزیلا، گوگل و ادوب ساخته شده فرمت بعدی هم MPEG-4 یا همون MP4 هست خب این ستا فرمت فرمت های استانداردی هستند که توی HTML نسخه 5 استفاده میشن و این فرمت MP4 فرمت پیشنهادی یوتیوب هم هست یعنی یوتیوب پیشنهاد داده که از این فرمت توی صفحات وب استفاده بشه پس سه تا فرمت OGG، WebM و MP4 یا MP4 این دوتا دقیقا یکی هستن MP4 و MP4 این سه تا فرمتی هستن که استاندارد هستن توی HTML5 و سعی کنید هر موقع که میخواین از فایل های ویدیوی استفاده کنید توی صفحات وبتون یکی از این سه فرمت استاندارد رو استفاده بکنید خب فرمت های فایل های صوتی هم باز فرمت های مختلفی هست که واسه اینکه ویدیو طولانی نشه فقط فرمت های استاندارد که توی HTML5 هست رو اینجا واسهتون آوردم توی اسلاید فرمت OGG فرمت MP3 و فرمت WAV خب واسه اینکه خودتون هم مطالعه بیشتری انجام بدین لطفا وارد وبسایت w 3 schools بشید وارد قسمت HTML بشید و بیاید اینجا توی HTML مدیا و این لینک اول یعنی HTML مدیا رو باز بکنید ببینید اومده توضیح داده که اصلا مالتی مدیا چی هست بعد اومده گفته که پشتیبانیش توی مرورگرهای مختلف چطوره بعد اومده فرمت ها رو بررسی کرده تیپ زده کامان ویدیو فرمت یعنی فرمت های رایجی که واسه ویدیو هست رو دوباره اومده اینجا واسه لیست کرده در انتها هم اومده گفته که این فرمت MP4, WebM و OGG ساپورت میشن توسط HTML استاندارد بعد دوباره برید پایین تر اومده فرمت هایی که واسه فایل های صوتی رایج هستن رو توضیح داده و در انتها گفته که MP3 و WAV و OGG واسه فایل های صوتی توسط HTML استاندارد ساپورت میشن خب توی این قسمت با مالتی میدیا آشنا شدیم و توی قسمت بعدی میریم یاد میگیریم که چطور میتونیم توی صفحات وبمون از ویدیوها از فایل های صوتی موزیک از اینا استفاده بکنیم و توی صفحات وبمون بتونیم فایل های چند رسانه‌ای رو بگنجونیم حتما حتما بیاید توی این صفحه W3 Schools این مقاله رو بخونید هیچ چیز خاصی نداره دقیقا همین چیزی هست که واسه توضیح دادم به خاطر این میگم بیاید این مقاله رو بخونید که عادت بکنید به خوندن رفرنس های خارجی و کم کم زبانتون تقویت بشه پس لطفا حتما این چیزی که میگم رو انجام بدین تا قسمت های بعد به خدا میسپارمتون موفق باشین